ادامه برنامه هست و همچنان با شما عزیزان هستیم و خدا کنه تا این لحظه در کنار ما لحظاتتان به خوبی سپری شده باشه و همچنان ما مهمانای عزیز را با خود می داشته باشیم. بخشای متنوع داریم در صبح زندگی و حتما تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. پس تا ساعت 9 در کنار ما باشید و لحظات خیلی خوبی را سپری کنید. همین لحظه مهمان داریم، بانو برشنا عزیزی همراه ما هستن از استرالیا، از طریق اسکایپ همراه ما وصل شدن و میخوان در ارتباط با موضوع ما صحبت‌های خوبشان را شریک بسازن. یکی در ارتباط با تجارت و کار تجارت چه گفتنی هایی دارن، پس با ما همراه باشین و معلومات بیشتری را دریافت کنین. رستم جان بریم به طرف میمان که منتظر هستن. بله روی جان، همین لحظه هم خانم برشنا عزیزی از کشور استرالیا روی خط اسکایپ با ما وصل شدن و صحبت های بیشتر در رابطه با ای که چطور میتونیم یک تجارت کوچک را آغاز بکنیم، اولین گام ما از کجا باید باشه، همراهشان می داشته باشیم. بانو عزیزی سلام، وقت شما بخیر، بسیار خوش آمدین به برنامه صبح زندگی. سلام بر همگی شما، تشکر از اینکه مرا دعوت کردین در برنامه‌تون. سلامت باشین، ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه. میشه بگوین چقدر مدت میشه که شما در کشور استرالیا زندگی میکنین؟ ما تقریبا 19 سال میشه که در استرالیا هستیم. بسیار خوب، و مصروف چی کارهای هستین تا هنوز؟ و تحصیلاتون هم در استرالیا داشتین یا ای که از افغانستان پس از یک مدت زمان رفتین به کشور استرالیا؟ خب ما در افغانستان تولد شدیم، باز در پاکستان زندگی میکردیم. از پاکستان 19 سال پیش در استرالیا آمدیم. مکتب در پاکستان خواندم، فاکولته و یونیورسیتی همیشه در استرالیا خواندم. بسیار عالی، انشاءالله که موفق باشین و از کاربارتان میشه فعلا بر ما بگوین که مصروف چی کارهایی هستین در کشور استرالیا. تشکر. من خودم یک بزنس کوچک دارم که حسابداری یا تکس اکانتینگ است. در قسمت استرالیا یک سال میشه که شروع کردیم میکارم، برای بزنس شخصی خود کار میکنم. قبلا که بود که بزنس های دیگه کار میکردم و حسابداری کار میکنم. خیلی عالی، پس شما میتونید یک الگوی بسیار خوب به سایر عزیزای باشین که امیل عزب بیننده برنامه ما هستن و بخصوص خانمای گرامی که شاید اونا هم تصمیم داشته باشن یک بزنس یا تجارت کوچک را آغاز بکنن. پس خوب است که از تجربه های شما هم ما مستفید شویم و بر ما بگوین که اولین کاری که به خاطر یک تجارت کوچک بسیار زیاد مهم است و اساس تجارت را تشکیل میده چه هست که ما باید انجام بدیم تا تجارت خود آغاز بکنیم. تجارت که میخواین آغاز کنین، اول ای که است که باید در او یک ذره کار کرده باشین، رابطه با او کار میفهمین، یک ذره ریسرچ کرده باشین، اگر درس خوانده باشین در مورد رشته بسیار خوب از کمکتان میکنه. خودم که بودم مدامی رشته درس میخواندم و در قسمت درس اموز رشته کارم داشت میکردم و وقتی رسید که من درس های من خلاص کردم و سرمایه زیاد کار نداشتم به این رشته که من درس خوندم که من بزنس را شروع کنم، بسیار یک افسه که کوچک میتونین که به حساب داشته باشین، یک کمپیوتر، یک نفر میتونه اول شروع کنه کارا، بعدا باز نام خدا که کلاین داشتین و کستمر همه چیزا که زیاد شد باز میتونین نفرها را زیادتر کردن بیاین کار کنن. بسیار عالی، و میشه بگوین که کدام تجارت ها امروزه بیشتر پرسود و پردرآمد هستن که ما آغاز کنیم؟ فعلا چون که تکنولوژی است که اینترنت از زیادتر به حساب کسایی هستن که ما میبینیم از طریق یوتیوب پیش میرن، بزنس های زیاد دارن که همزان میباشه، بزنس های مثلا بزنس من خودم که هستم در شهر سیدنی زندگی میکنم، لیکن کلاینت های مرکز است مکمل از استرالیا در هر جایی که هستن فقط از طریق اینترنت همه کارهایشون رو پیش میبریم. دیگه کارهایی است که به حساب اگر کسی که دسترسی به اینترنت و چیزا ندارن میتونن که یکان بزنس های کوچک مثلا از خانه کار شروع کنن. کسی خانم هایی هستن که به حساب آشپزی بسیار لایق هستن، میتونن که به حساب از آشپزی پیش برن، از دخت و خیاطی همه چیزا میتونن که یک کار بگیرن، و کسایی که دسترسی به درس و تحصیل دارن میتونن که به حساب از خانه کوشش کنن که تیچینگ کلاسز داشته باشن، نفرها رو بیارن در خانه اطفال خوزن درسشان بدن و از اونا میتونن که درآمد خوب داشته باشن. بسیار خوب، پس راه های مختلف هست که ما میتونیم تجارت خود را آغاز بکنیم و بالاخره هم یک فرد تجارت پیشه موفق باشیم. حالا بر ما بگوین که بازارهای آنلاین و یا هم فروشگاه های آنلاین، اگر کسی بخواد همچنین تجارت را آغاز بکنه، آیا کار نسبتا ساده است یا ای که بازم شرایط خاص خود را داره؟ البته قید قانون در هر قسمت در هر شهر مملکتی که هستن
فرق میکنن. مثلا مگم در افغانستان که میبینم نام خدا زیاد آنلاین ما داریم شاپینگ هایی که میکنن لباس های افغانی را که آنلاین اگر جور کنن زیادتر و بتونن که طرف های مملکت های خارج زیادتر ما بگیریم. مثلا ما زیادتر که در خود سیدنی که اگر یک چیز را میخریم قیمتتر میباشه، مگم از افغانستان آنلاین که آدر کنیم ارزان تر است و کسایی که آنلاین را پیش ببرن فکر نکنم که سرمایه زیاد ضرورت داشته باشن در افغانستان. بسیار خوب، پس از سرمایه کم میتونن که مردم آغاز بکنن. به نظر شما یک فرد که رشته بزنس یا تجارت را خوانده باشه خوب است که تجارت خود را آغاز بکنه، و یا هم انسانهای معمولی و عادی که اصلا رشتهشان تجارت نیست اونا هم میتونن یک تجارت پیشه باشن؟ طبعا ما شما انسان ها بسیار آسان میتونیم که یک چیز را اداب کنیم. ضروری نیست که ما شما دیگری یونیورسیتی داشته باشیم بعد از یک تجار پیشه خوب شویم. زیادتر اگر ببینین کسایی که بسیار میلیونر هستن اگر بکراون آنها را چک کنن شاید یونیورسیتی را نخوانده باشن یا تحصیلات عادی زیاد بلند ندارن، مگر میتونن که اونا یک بزنس پیش بردن، از خانه شروع کردن، یک ایدیای خوب که داشته باشن و او را در کار پرتن، حتما میتونن که یک چیز خوبتر به دست بیارن. بسیار خوب، از دید شما در افغانستان کدام نوع تجارت ها میتونه که بیشتر پرسود باشه و مشتری ها را زودتر میتونن به خود جلب بکنن؟ البته ما شما بسیار یک صنایع بسیار قوی در افغانستان داریم. مثلا دستدوزی است. در طرف خارج که ما میبینیم دستدوزی بسیار کم است، چون ما وقت زیاد نداریم که زیادتر ما نفرها را ایجرشت بتیم که کار کنن، که ما تایم میباشه قیمت است برای ما، استاف که ما بگیریم، کاریگره که ما میگیریم یا جایی که ما کرا بگیریم برای کسایی که در خارج هستن قیمت تر مدسته. لیکن اگر دمی کار ما در افغانستان بیاریم یک تجارت پیش ببریم از افغانستان و او رو پس امپورت کنیم در استرالیا در شهرهای دیگر، او بسیار خوب تر می باشه. بسیار خوب، پس در کل تمام چیزایی که در کشورهای خارجی کمتر قابل دسترس است و کمتر وجود داره میتونیم که در افغانستان همچون محصولات را آماده بسازیم و به کشورهای خارجی بفرستیم، ممکن که بر ما سود بیشتر داشته باشد، درست؟ بله. در رابطه به تبلیغات هم بر ما بگوین که تبلیغات به خصوص تبلیغاتی که در صفحات سوشیال میدیا نشر میشه و ما با پرداخت پول به فیسبوک به طور مثال ما میتونیم تبلیغات بهتر داشته باشیم، چقدر از دید شما همچنین تبلیغات میتونه در رشد تجارت ما پرسود باشه؟ البته که فعلا اینترنت همه جای گرفته و زیادتر بزنس ها همه گی یک تلفن داره و دو در قسمت اینترنت هستن دسترسی دارن و فیسبوک یکی از بیسترین راهی است که بزنس خود آدم شروع کنه. مثلا من خودم بزنس دارم، وقتی که شروع کردم در استرالیا قدر زیاد نفر ها مره نمشناختن، چون من همیشه با استرالیا کار کرده بودم، که در خارجی ها کار کرده بودم، افغانایی که در استرالیا بودن اصلا نمشناختن که من کی هستم، چون من ازشان تماس زیاد نداشتم. لیکن وقتی که من بزنس من پار سال شروع کردم، یگانه رایی را که پیش گرفتم از طریق فیسبوک بود که من ادورتایزمنت خود یا ادورتایزمنت من همیشه از طریق فیسبوک پیش می بردم، برشان لایک می آمدم، گپ می زدم و یگان پوست هایی که به حساب ویدیو ثبت می کردم به زبان دری برشان درباره تکس یا اکانتینگ صحبت می کردم، برشان می موندم در فیسبوک. اونمو باعث شد که امروز نام خدا امی بزنس ما بسیار خوب رشد کرده و حد استرالیا که مثلا در یک پارتی یک جایی که من میرم سابق مرا هیچ کس نمیشناخته، که حالا فعلا یک نفر یا دو تا سه تا میان میگن که شما از اکانتنسی برشنا هستین، کار میکنین، شما برشنا هستین. بله، چون بسیار خوب یک راه خوب است از فیسبوک اگر پیش بریم. خیلی هم عالی، پس زمانی که ما پول مصرف میکنیم به خاطر تبلیغات یا هم مارکتینگ خود بیهوده نیست، در حالی که بر ما میتونه درآمد و سود بهتر هم در آینده داشته باشه. حالا بر ما بگوین که تجارت بهتر است ما به صورت تنهایی آغاز بکنیم یا اینکه اگر چندین نفر با ما در شراکت باشه میتونیم که پیشرفت خوب داشته باشیم؟ خب شراکت هم خوب است اگر سرمایه زیاد میخواین سرمایه گذاری کنین و چند نفر میخواین که با هم شریک شوین خوب است. مگم خوبیام داره و خرابیام داره، لیکن اگر بزنسی که شما تنها شروع میکنین چون علاقه و شوق ذوق خودتان زیادتر در او میباشه موفقیت بیشتر میداشته باشین، چون سه چهار نفر وقتی کار میکنن علاقه که خودتان داریم و او ایدیای خودتان است که بزنس رو پیش ببرین، شاید دو سه نفر دیگه که از شما کار میکنن اونا او علاقه را نداشته باشه، باعث میشه که در نیمه بزنستان یک سال یا دو ساله که به حساب اگر شما فایده یا
فایده نداشته باشین در بزنس، شاید اونا شما را ایلا کنه و اونا برن که دیگه کمپانی یا دیگه بزنس. اگر بزنس از خودتان تنها باشه، میتونین شب و روز کار کنین، یک بسیار یک بزنس خوب داشته باشین. خیلی خوب. بزنس یا تجارت در کل هم فواید یا سود داره و در کنار سودی که ما به دست میاریم خطرات هم داره. داره بخصوص تجارت هایی که ما با سرمایه های بزرگ سرمایه گذاری میکنیم و تجارت میکنیم، طبعا که خطراتش هم بیشتر میباشه. از نظر شما آیا ما باید خود را تا چی اندازه آماده بسازیم تا ای که با این خطراتی که قرار است در بزنس یا تجارت ما پیدا شوه با این خطرات مقابله بکنیم و در کنار خطراتی که داره هم ما بتونیم سود خوبتر حاصل کنیم؟ خب طبعا هر بزنسی که شروع میشه، چی خرد باشه بزنس یا چی کلان باشه یا پیسه سرمایه زیاد استفاده شده ایش، باید آماده باشن. مثلا ما در یونیورسیتی که درس میخوندیم بر ما میگفتن تا 3 سال اول در بزنس باید متوجه باشن که بزنس شاید سقوط کنه. سال اول نه، سال دوم نه، سال سوم شاید سقوط کنه. مگم شما آمادگی تان داشته باشین، مارکت ریسرچ باید کنین، باید بفهمین که کی را شما تارگت تان می داشته باشین، کی کاستمر تان می باشه، چهار دو بغل تان امون نفرایی که هستن اونا چی میفروشن و فروششون چی است، سرویسشون چی است. ریسرچ زیاد داشته باشین، بزنس پلان داشته باشین، پلان A و B داشته باشین که اگر مثلا بزنس شما ناکام میشه یا نمیتونین که پیشتاب کنین، بزنس پلان B تان استفاده کنین که اگر مثلا یک نفر یک پیرن خوبش مفروش جور میکنن هم فروخته نمیشه، آیا از این پیرن کلام چیز دیگه جور میشه؟ نمیشه. مثلا ما شما ناکیا رو میگیم که برند یک تلفن بود، حوال اونا یک بسیار یک بزنس کوچک بودن و در بنکرپسی بودن و خواستن که پیشتر خوبتر برن، اونا یک تلفن آوردن. باید یک چیز نوی داشته باشیم که اگر یک بزنس ما میخواییم در سقوط است، میتونیم یک چیز نوی آوری بکنیم در بزنس. خیلی هم عالی. و حالا میخوایم که گفتنی شما را داشته باشم به خانم هایی که در افغانستان تجارت را تا حال حاصل نکردن، تجارت را هم تجربه نداشتن، کار نکردن. اگر اونا فرصت دارن که یک تجارت کوچک را از خانه آغاز بکنن، بهترین گزینه از دید شما برای اونا چی میتونه باشه؟ خب میتونن که به حساب ما، خودم از خانه شروع کردم بزنس خودم. وقتی ما فول تایم به کمپانی دیگه کار میکردم، از خانه شروع کردم تا که اومدم در آفیس. و افغانای ما که در افغانستان هستن، اونا میتونن که به حساب دستدوزی را شروع کنن، درس قرآن اگر میخواین بتن اطفال از یک بزنس خونه بر از اونا یک کمک ثواب است. دیگر کسایی که هستن مثلا دسترسی به آنلاین اینترنت دارن، میتونن با کسایی که مثلا ما در خارج هستیم که ما به تماس شون و به حساب انگلیسی یاد دارن، کارهای است که به حساب ما برشان میتونیم روان کنیم، اونا میتونن که بر ما مو کار مثلا مارکتی که جور کنن، صفحه اجتماعی رو پیش ببرن، چون سرمایه زیاد کار ندارن، فقط یک لپتاپ کار دارن، شاید یک نفر بتونن ام لپتاپ هم برشان با پولش کمک کنن تا اونا یک بیزنس خوب در آورد. بسیار تشکر و به خاطر از اینکه ما در تجارت خود بتانیم بهتر بدرخشیم و موفق باشیم، کدام مسیرها را باید طی بکنیم و کدام نکات را جدا در نظر داشته باشیم؟ وقتی که بزنس را میخواین شروع کنین، 3 چیز را یاد داشته باشید که از فامیل کمتر زیادتر دور میشین، چون همیشه مشغول کار میباشین و 24 ساعت در فکر کار میباشین، کارتان بسیار زیاد میشه، بعض وقت ویکند نمی داشته باشین. دیگه که میباشه مکمل تیار باشین که هر رقم فیس میکنه. مثلا یک نفر میاد کار میشه سرتان، شما را شاید اذیت کنه، آزار بتن و شما او را باید بر خود پرسنلی نگیرین. آماده باشین بگین این بزنس است، این بزنس همه چیز امکان داره. خیلی هم عالی. و در آخر هم اگر پیام گفتنی داشته باشین بخصوص بر عزیزایی که تصمیم تجارت را دارن که آغاز بکنن ولی میترسن، هراس دارن که چطور باید آغاز بکنن، گفتنی شما بر اونا چی است؟ باید ترس از دل خود دور کنیم. وقتی ما خودم بزنس را شروع کردم، فامیل همه ایشان میگفتن فول تایم جاب داری، پولی که بر من میدادن بسیار خوبتر بود. من نترسیدم، من شروع کردم کار خود، گفتم نه من میرم بزنس خود شروع میکرم. و شما اگر ایدیای دارین و یک مفکوری در فکرتان است که میخواین در بزنس رشته کار شروع کنین و سرمایه زیاد کار نداره، خود در خطر نمندازین،
بعض وقت خطر گرفتن هم خوب است که در ریسک مندازین خدا خوبتر است که از خاطر که تا که ما شما نفتیم در زمین نخوریم هیچ وقت بلند شده نمیتونیم. از او خاطر ما کوشش میکنم خانما که اصلا نترسین فقط کار پیش ببرین حتما بزنستان بخیر رونق میابن. بسیار خوب، یک دنیا تشکر میکنم از حضور شما بانو عزیزی در صبح زندگی و از اینکه از تجربه های خوبتان در دنیای تجارت با ما و بیننده های عزیز قصه کردین. وقت خوش برتان میخوایم. خدا نگهدار. تشکر از این. خدا حافظ. تشکر از بانو برشنا عزیزی و صحبت خیلی عالی که همراهی ما شریک ساخته بودن و واقعا اگر کسی بترسد در انجام کار تجارت که بخصوص خیلی مهم است قبول کنه که شکست خورده. همیشه باید ما ترس از خود دور نگه داریم، با مشکلات بجنگیم، پشت کار داشته باشیم تا که بتاریم در عرصه کار تجارت خود ما همچنان گام های موثر برداریم و دستاوردهای خوبی و سود خوبی را هم ما به دست بیاریم. بله بیننده های عزیز، مطالب جالب تر هنوز هم در برنامه باقی است که تقدیمتان میکنیم، ولی فعلا وقفه خیلی کوتاه. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر می خواهید برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر می خواهید برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر می خواهید به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.